زمین‌لرزه دیگر در شهر هاتای جنوب ترکیه که بر اثر زلزله 7.8 ریشتری دو هفته پیش به ویرانه ای تبدیل شده. این بار شب گذشته به قدرت 6.4 ریشتر که برخی بناهای آسیب دیده را فرو ریخت و شهر نیمه تاریک را به تاریکی مطلق فرو برد. ساعت 2:30 شب شهر ویران شده هاتای در جنوب ترکیه. این ساختمان پشت سر من بر اثر زلزله امشب به طور کامل فرو ریخت. از هر طرف صدا آمد. ساختمان‌ها شروع به ریختن کردند. بخشی از همین ساختمانی که می‌بینید امشب فرو ریخت. خیلی وحشت زده شدیم. احساس کردیم که الان زمین دهن باز کرد و ما را در خود فرو خواهد برد. هرچند این شهر پس از زلزله دو هفته پیش دیگر قابل سکونت نیست و خالی از سکن است، اما باز هم اهالی سرگردان این شهر گرفتار آوار زلزله شدند. بر اثر زلزله دیشب هاتای 3 نفر جان باختند و بیش از 250 نفر مصدوم شدند که حال 18 تن وخیم است. بیش از 6000 پس‌لرزه بر اثر دو زلزله نزدیک به 8 ریشتر دو هفته پیش که 10 استان جنوبی ترکیه را تحت تاثیر قرار داد، اکنون به زلزله‌های بزرگ دیگری رسیده است. کارشناسان هشدار می‌دهند احتمال زلزله‌های قوی دیگری در مسیر گسل فعال جنوب ترکیه قوت گرفته است. 15 روز است ترکیه در سطح 4 بحران به سر می‌برد و هر لحظه ابعاد تازه‌ای از زلزله‌های ویرانگر رقم می‌خورد. مردم و مسئولین ترکیه از اوضاع کنونی این کشور به عنوان بزرگترین فلاکت عصر یاد میکنن. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر ویران شده هاتای، جنوب ترکیه.